G4. مخاطبین تی وی پلاس، خیلی خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم با یه برنامه دیگه رستوران گردی. این بار اومدیم یه رستوران خیلی جذاب و هیجان انگیز، پرشین باربیکیو، یه جایی که فقط غذاهای گریل و کبابی داره. میریم با هم دیگه سالنشو ببینیم، غذاهای خوشمزهشو میبینیم و میچشیم. امیدوارم خوش باشه. اومدیم توی سالن پذیرایی رستوران پرشین باربیکیو. خیلی جای شیک و مجللیه، دو تا بخش جداگونه داره، 70 نفر اینجا میشه ازشون پذیرایی بشه، یعنی میتونید بیاید اینجا مهمونی آنچنانی برگزار کنید. دو تا بخش مجزا داره، یه بخش VIP همینجایی که من نشستم با مبلمان قشنگ راحت لم میدید، کیف میکنید، خیلی جای باحالیه دیگه، من بیشتر از این نمیشد لم بدم. یه بخش هم داره که بخش معمولی اینجاست، غیر VIP، ولی اونم واسه خودش به نسبت بقیه رستوران ها خیلی VIPه، به خاطر اینکه از صندلی چوبی استفاده نشده، صندلی های چرمی خیلی شیک، راحت میتونید 3-4 ساعت بشینید، حال کنید، کیف کنید، خیلی جای باحالیه. خیلی خوش اومدید. قربون شما. خیلی جای باحال و باصفاییه. لطفه شما. یعنی من واقعا فکر می‌کنم حداقل تو محدوده شمال غرب تهران در خدمتتون هستم. دست شما درد نکنه. خیلی عالی. اسم این همینطور که می‌بینید اسم این ویلکامینگ شات، یعنی نوشیدنی خوش آمدگویی. هر جایی از این چیزا به شما نمیدن. به به. خیلی عالیه. واسه ما چه غذایی در نظر گرفتید امروز؟ بشقاب رویال پرشین که بهترین غذا و یه ترکیبی تقریبا از تمام چیزهایی که داره. دقیقاً. استیک بوغلمون. اینم فکر کنم جزو اون غذاییه که معدود جاهایی دارن یا شاید دقیقا. هیچ جایی نداره فقط. حتی ما استیک شتر مرغ هم داریم. استیک شتر مرغ. خب به اضافه مرغ سراشپز. مرغ سراشپز. یه ویژگی خیلی عالی که پرشین باربیکیو داره تقریبا هیچ جا نمیتونید پیدا کنید، این چیزی که میبینید، شو فود، یعنی اینکه اینجا غذا شو داره، آتش بازی داره، همه چی جلو چشتون درست میکنن. فقط از مزه غذا لذت نمیبرید، از عطر غذا لذت میبرید، از درست کردنش لذت میبرید، از بویی که پخش میشه لذت میبرید. نه اینکه بو وارد سالن بشه، ولی وقتی بیاد اینجا وایسید کیف میکنید، وقتی ببینید غذا رو جلو چشتون درست میکنن. دیگه هیچ کار یواشکی توی این آشپزخونه وجود نداره، همه چی جلو چشتون آماده میشه. باور نمیکنید، میریم با هم دیگه میبینیم. آقای نوربخش، شف نامبر وان پرشین باربیکیو، میخواد برامون بشقاب مخصوص درست کنه، مرغ مخصوص سراشپز، مرغ مخصوص سراشپز، استیک قوبلمون، استیک قوبلمون، و من قراره همه اینا رو به نیابت از شما بخورم. آقا بریم که رفتیم، با کدوم شروع میکنیم؟ با بشقاب رویال. مدت زمان پخت یه خود متفاوته. فیله مرغ هم هست که کنار این سرو میشه، اون تا فیله مرغ زمان پختش خیلی کوتاه‌تر از این است. ما باید یه تایمر سم کنیم تا اینو به حالت نیم پز در بیاد، بعد فیله مرغ بشه. این آخرای پخت کره رو میزنن روشو. واو خیلی عالی. این که میبینید مرغ مخصوصه، مزه دارش کردن، میذارن توی توری مشبک و گریلش میکنن، خیلی عالیه. یا تو اول زرد بود،
یواش یواش قرمز شده. یه کارهایی با اینا کردن که جز رازای این رستورانه. اینجا یعنی دونه دونه چیزها رو ازتون میپرسن. احتمالاً به زودی ماساژ و اینا اضافه میکنن. یعنی میپرسن اینو میخوای اونو میخوای، نازتون رو میکشن تو این مایه ها، لوستون میکنن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این برش هایی که میدن دارید میبینید، این برش ها واسه اینه که این قشنگ مغزش پخته شه، باز به سلیقه مشتریه. توی اینو ببین، این سراغ کره. کره دو تا خاصیت داره. یکی رو طعم غذاست، یکی یک لایه حفاظتی روی گوشت و مرغ ایجاد میکنه که نذاره بسوزه. درسته، یعنی احیانا اگر قرار شده بسوزه، خود رنگ کره است که عوض میشه، به خود گوشت یا مرغ آسیبی نمیده. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، غیر از این غذاهایی که میبینید، منوی اینجا خیلی مفصله. توی منوشون غذاهای دریایی هم دارن، میگو دارن، ماهی دارن. اگه اومدید اینجا تقریبا با هر ذائقه و سلیقه‌ای که بیاید نظرتون برآورده میشه. آقا میفرمودید در رابطه با ماهی. ماهی اصولا طبعش سرده، خود تنکتون ماهی ها هستن که طبع گرمی. ما اینجا کلن طبع ماهی رو تغییر میدیم، یعنی ماهی از اون حالت سرد به گرم تبدیل میشه. اگر مشتریای ما زود تشریف بیارن اینجا، کلیه مراحل مرینیت غذای ما رو میبینن، از زمانی که تهیه میشه که همه چیز تازه و به روزه، و هدیه یا سسایی که تهیه میشه برای مرینیت کردن و تعم دادن. خب یاد میگیرن که آقا، خب فقط میبینن، تشخیص نمیتونن بدن چی به چیه، چقدر رو نمیفهم. آها، یه نکته خیلی مهم، اینجا همه چی روزانه تهیه میشه. اصلا توی این سیستم آشپزخونه و این شوفودی که میبینید، فریزر وجود نداره، همه چی روزانه میارن. فیله رو فقط کره بهش میزنید؟ فیله تنها غذایی که اینجا قبلش مرینیت نمیشه، فقط لایرش میکنیم و همزمان با پختش با ادویه‌های مخصوص طعم‌دار میشه. یه نکته خیلی مهمی من بهتون بگم، اینجا برخلاف اکثر جاها برای اول از روغن استفاده نمیشه، این که هیچ. اگرم از روغن برای مزه‌دار کردن حالا اون مقدار کم استفاده میشه، روغنی که استفاده میکنن روغن سرخ کردنی نیست. میدونید که روغن سرخ کردنی وقتی وارد بدن میشه دیگه بدن خارج نمیشه و سرطان‌زاست. برای چیزای روغن سرخ کردنی استفاده میکنن که روغن به خودش جذب نکنه، مثل مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ولی خیلی جا این کارو میکنن، اینجا نمیکنن این کارو. حالا نوبت پنیره، پنیر کبابی. آقا این موردی که اینجا میبینید مورد عجیب حالومی اسمش، یه پنیری هست مثل پنیر کبابی، الان تقریبا همه جا پیدا میشه. پنیر رو مزه‌دار کردن، دارن کبابش میکنن و همراه با این چیزهای خوشمزه من قراره بخورم. دوستای عزیز تیوی پلاسی، غذا حاضر شده، من دیگه طاقتم تموم شده، همه گرما همه گشنگی. من میرم میشنم سر میز توی قسمت VIP. عرضم به حضور انورتون که آقای نوربخش هم زحمت کشن غذا رو آماده کردن، بچه های اینجا توی آشپزخونه غذا رو توی بشقاب میچینن و دیگه حالا اونور در خدمت هستن. هم بیارن و یه پذیرایی مفصل خیلی عالیه. آقا دست شما درد نکنه، ممنونم. چیه قربانی؟ سوپ جو و ورموشه. به به.
بسیار خوشمزه است. نکته عجیب اینه که این مرغ درسته است ولی کاملا مزه‌دار شده. یه جادوی معجزه کاری انجام دادن، خیلی خوبه. یه برنج عجیب غریب سبز هم کنارشه که عمرم بگن چجوری سبزش کردن. ممکن مزه بوغلمون میده، خیلی خوبه. این فکر کنم جذاب ترین چیزیه که توی منو هست. فیله مرغ، بال کبابی، شیشلیک، پنیر هالومی. من این نکته هم میگم به اضافه اون برنج سبزه، این غذا و بقیه غذاهای اینجا دقیقا خوراک کسایی که میرن بادی بیلدینگ و بدنسازی، کسایی که میخوان رژیم بگیرن، پروتئین بخورن، کربوهیدرات کمتر بخورن. و اینجا هم جاییه که اصولا به هر ساز شما بزنید میرقصن دیگه. هر مدل که شما دلتون بخواد از ازتون پذیرایی میکنن. کره بزنن، کره نزنن، نمک بزنن، نمک نزنن. میگذاره. غیر این چیزایی که گفتم کلی برنامه‌های شاد و اتفاقای خفن و آنچنانی هم اینجا میفته که تا نیاد متوجه نمیشید. حتما بیاید اینجا. خداحافظ. من با اجازهتون دیگه یه حرکتی روی این غذاها بزنم تا بچه‌ها دوربین خاموش نکردن و حمله نکردن. یه نصفشو خودم بخورم با اجازهتون. خداحافظ.